توییتر افشای بیش از 10 میلیون توییت از حساب‌های جعلی ایجاد شده توسط رژیم ایران. ادامه اعتصاب زندانیان سیاسی در بند 12 زندان مرکزی ارومیه. سوز و گداز رژیم آخوندی نسبت به تحریم‌های جدید آمریکا. روز چهارشنبه کمپانی توییتر بیش از 10 میلیون پست جعلی توییتری را افشا کرد که بخش بزرگی از آنها توسط رژیم ایران پشتیبانی می‌شدند. توییتر اعلام کرد تاریخ این مطالب از سال 1388 به این سوست و هدف آنها اطلاع رسانی غلط برای تأثیرگذاری سیاسی بوده است. نماینده رژیم ضد بشری آخوندی در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد نسبت به گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بشر سوز و گداز کرد و آن را نشانه رویکردهای گزینشی و استانداردهای دوگانه توصیف کرد. خاطرنشان می شود آنتونیو گوترز دبیر کل سازمان ملل متحد شهریور ماه در گزارشی نقض حقوق بشر و بی‌اعتنایی رژیم آخوندی به حقوق اقلیت‌ها را محکوم کرد و به ادامه اجرای مجازات اعدام، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان و محدودیت در برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز اعتراض کرد. اعتصاب زندانیان سیاسی بند 12 زندان مرکزی ارومیه روز چهارشنبه نیز ادامه یافت. این زندانیان از روز سه‌شنبه در اعتراض به ضرب و شتم زندانیان سیاسی توسط یگان ویژه اعتصاب کردند. طی روز سه‌شنبه و چهارشنبه دشقیمان رژیم آخوندی خواستار شکستن اعتصاب زندانیان شدند و وعده دادند که خواسته های آنان را پیگیری می کنند، اما زندانیان حاضر به قبول این وعده ها نشدند. خاطر نشان می شود مقاومت ایران با صدور یک اطلاعیه مراجع بین المللی حقوق بشر را به محکومیت رفتار ضد انسانی رژیم آخوندی با زندانیان فراخواند و خواستار تشکیل هیئت بین المللی برای تحقیق پیرامون وضعیت وخیم زندانها و زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی در ایران شد. ولی فقیه ارتجا روز چهارشنبه در دیدار با عوامل رژیم نسبت به آنچه که تصویرسازی منفی دشمن می نامید هشدار داد و گفت تصویرسازی غلط و منفی و ناامید کننده از اوضاع ایران مهمترین دستور کار امروز دشمن است. ولی فقیه درمانده ارتجا در این اعتراف بحرانهای رژیم به یاوه‌گویی پرداخت و گفت نوسانات ارضی و مشکلات معیشتی وجود دارد، اما در مجموع تصویر واقعی کشور به کوری چشم دشمنان عکس تصویری است که بیگانگان سلطه طلب از ایران عزیز ترسیم می کنند. سفیر جاناتان کوهن، معاون نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل، در نشست توجیهی شورای امنیت ملل متحد از جمله گفت رژیم ایران از درآمدهای حاصل از تجارت نفت و گاز خود استفاده می کند تا موشک‌هایی بسازد که قابلیت حمل تسلیحات کشتار جمعی داشته باشد، تا سرکوب داخلی را افزایش دهد، تروریسم را تأمین مالی کند و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در لبنان، سوریه، یمن و عراق را تأمین مالی کند. به همین دلیل داریم با کشورهایی که نفت خام ایران را وارد می‌کنند کار می‌کنیم تا خرید خود را کاهش دهند. قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه رژیم آخوندی، وحشت رژیم را نسبت به تحریم‌های جدید آمریکا نشان داد و آن را ظالمانه و ناعادلانه و برخلاف موازین حقوق بین‌المللی دانست و آن را بخشی از جنگ و فشار روانی آمریکا خواند. خاطرنشان می‌شود آمریکا روز سه‌شنبه مراکز تأمین مالی بسیج را به دلیل نقض حقوق کودکان و اقدامات شرورانه رژیم آخوندی تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود از تحریم 20 شرکت و بانک رژیم تحت عنوان تحریم‌های ضد تروریستی خبر داد.